الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته واشرك لنا في دعواته. خداوند انشاءالله قلوب همگی ما را به نور ایمان و قرآن و اطاعت منور فرماید، جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان مناسبت شهادت جده بزرگوارشون بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات خیر بخیر. سخن گفتن راجع به شخصیت حضرت زهرا کار آسانی نیست. اون کسی که در حق او فاطمه شناس عالم، رئیس مذهب ما، امام صادق علیه السلام فرمود و انما سمیت فاطمه فاطمه لأن الخلق فطموا عن معرفتها. فاطمه به معنای بریده شده، کوتاه شده. فرمود اسم او رو فاطمه از فتن قرار دادن به خاطر اینکه خلائق دست معرفتشون کوتاه است از اینکه به حق معرفت او برسن. و این کلمه یک کلمه تعارف نیست که امام معصوم علیه السلام ذکر فرموده، بلکه وقتی انسان دقت می کند در روایاتی که در حق اون حضرت وارد است، چه از طریق اهل سنت چه از طریق شیعه، می بینید روایات مشتمل بر یک مضامین عالی و والاییست. مثلا روایتی که این روایت را در کتب اعیان اهل سنت، مثلا کنز العمال در جلد ششمش صفحه 218 یا تاریخ بغداد در جلد هشتم و دیگران، عرض می شود که ابن حجر عسقلانی هم نقل کرده، اعیان دیگر از اهل سنت، از مفسرین، از مورخین، از محدثین نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه نادا منادم، وقتی روز قیامت می شود منادی ندا می دهد در صحرای محشر، یا معشر الخلائق تعطئوا رؤوسکم، ای اهل محشر سرهاتون رو به زیر بیندازید، حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تا اینکه بگذرد دختر پیغمبر.
فتمر مع 70,000 جاریه، میاد در حالی که 70,000 ملک اطراف او را احاطه کردند با یک عظمت خاصی، رد میشه از سطح محشر کمر البراق، مثل براق. براق یک مرکب آسمانی است، همچنان که روایات معراجیه را اگر دقت کرده باشید که سید انبیا وقتی به معراج رفتن دارد که مرکبشون براق بود. حالا این براق چیست؟ روایاتی نگاه کنید در مورد براق وارد شده که مرکب سریع السیریست. بنابر این که از ماده برق باشد براق، شما میدونید که سریع ترین سرعت، سرعت نور و برق. حالا این در این عالم ملک، عالم ماده، وقتی ما میخواییم مثال بزنیم، اونی که اقرب به ذهن ماست که میگه سرعت نور، دانشمندان میگن تخمین زدم 300,000 کیلومتر در ثانیه، یعنی در یک ثانیه 7 بار سرعت نور جوریست که میتوانه دور کره زمین بچرخه در یک ثانیه، در خط استوا، طولانی ترین خط دور زمین. این سرعت سیر، یعنی اونی که میتوانیم ما تصور کنیم. خدا بالاترین سیر را در روز قیامت برای حضرت زهرا علیها السلام قرار داد. این روایت رو وقتی میفهمیم که روایات دیگر رو هم زمینه کنیم، در روایاتی که میفرماید سرعت سیر و حرکت هر کسی در روز قیامت به مقدار تقرب او به باری تعالی است. هرچه سبک بالتر باشد، هرچه اعمال شایسته تر باشه، سرعتش سریعتره. امام صادق علیه السلام در یک روایت می فرماید سرعت ها مختلفه، بعضی مثل این که سوار اسب تند روی شده باشن، بعضی مثل این که بدون، بعضی مثل انسانی که راه برارن، بعضی مثل کسی که روی زمین بخزد، یعنی بستگی داره به سقل وزر و بالی که به گردن اون شخص است، نمیگذاره سنگینی بار نمیگذاره حرکت کنه. بالاترین، سریعترین سرعت، سرعت سیر حضرت زهرا است. خب این انسان چقدر کامل است و چقدر مقرب است و چقدر سبک بار است که میتواند چنین سیری رو در دامنه قیامت داشته باشه. روایات مختلفی است. مثلا روایت دیگری که این روایت عرض می شود که متواتره، تواترن ذکر شده در مستدرک الصحیحین، حاکم نیشابوری نقل کرده، ابن اسیر در اسطلقاب فی معرفت صحابه و ابن حجر در الاصابه فی تمییز صحابه این روایت رو نقل کردن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لفاطمه ان الله یقذب لغضبك و یرضا لرضاك یا فاطمه، خدا غضب می کند به غضب تو و راضی می شود به رضایت تو. و این جمله عجیبی است. وقتی انسان دقت کند رضا و غضب یک شخص، انسان چه وقت غضب می کند؟ چه وقت راضی می شود؟
ما انسان ها وقتی دقت میکنیم منشأ بسیاری از غضب های ما هوای نفس، منشأ بسیاری از رضایت های ما هوای نفس، منشأ رضا و غضب انسان اگر عقل شد، این انسان انسان عرض می شود که عقلانی است. این انسان انسانی است که مراحلی از کمال رو سیر کرده، یعنی به فرمان عقل غضبناک شده نه به فرمان شهوت. چیزی ملائم با شهوتش نبوده، ملائم با شکمش، غذاش دیر شده، گرسنه شده، نیازمند شده، چیزی مخالف خاص و تمایلاتش بوده، غضبناکش. اما یه وقت نه، انسان غضب میکنه به دستور عقل. عقل کجا دستور به غضب میده؟ اونجایی که ظلم باشه. به قول بزرگان فلاسفه، حکم کلی عقل این که از ظلم و قبیح العدل حسن، هر جا عدالت باشه حکم به حسن میکنه، خوبی. هر جا ظلم باشه حکم به قبح میکنه. حالا این قضیه کلیه تطابقش که حالا این خودش اول بحثه، بحث شعر و فلسفه، یکی از اون موارد ظرافت دارای ظرافتش اینجاست. حالا اونایی که در بحث‌های عقلانی و فلسفی واردن اینجا میدونن که از سخت‌ترین جاهای بحثه. خب، دعامت الانسان العقل، ارزش انسان به عقلش. اگر انسان عقلانی عمل کرد انسان، و یه بحث علمی است، بحث تعارفی نیست. اگر غضب کردیم از روی شهوت ما حیوانیم، تعارف هم نداریم. اگر غضب کردیم از روی عقل ما انسان. منشأ غضب ما عقل شد، انسان. منشأ غضب شهوت شد، چون حیوان هم همینطور، حیوان غضب میکنه هر جا که بونی یه چیزی ضررشه، یه چیزی به منفعتش نیست، آب و دونش چطور میشه. فرق انسان با حیوانی. حالا اگر یک کسی از این مرحله بگذره بره بالاتر، منشأ رضا و غضبش عقل نیست، منشأ رضا و غضبش خداست، این میشه انسان الهی، بالاترین درجه. یغضب لغضب الله، یرضا لرضا الله. مرحوم عرض می شود که محقق اصفهانی، این فقیه عالی مقام که ید طولایی هم در فلسفه داره، ایشون میگه که چطور میشه یرضا لرضا الله فرقش با عقل؟ آه چی مثلا این فرقش چیه؟ انسان عقلانی هم در طریق خدا نیست. میگه بعضی از عبید لا ینبعثون، دقت کنید، این رو میگم برای عزیزان، میدونم اهل مطالعه هستن، بعدا پیگیری میکنم. لا ینبعثون الا من بعث المولا، لا ينزجرون الا من زجر المولا. بعضی به مرحله ای رسیدن که عقل رو یک درجه فراتر گذاشتن پاشونو از دامنه عقل، در زندگی هیچ حرکتی نمی کنن الا این که امری از طرف مولاشون باشه، نهی از طرف مولا باشه، زجر پیدا می کنن.
عقب رفتن و جلو رفتنشون منبعث از امر و نهی مولاست. اینا انسان الهی هستن، اینا محو در خدا هستن. چنین انسانی رو اگر سراغ دارید ما دستش رو ببوسیم، بلکه خاک پای او رو ببوسیم. این اعلی درجه عبودیته. حالا در این روایت خاتم انبیا نمی فرماید که فاطمه یرزال رضا الله یقذب لغضب الله، نه، از اون طرف می فرماید، لام از طرف خدا میاد، خدا راضی میشه به رضایت او، خدا غضب میکنه به غضب او. این خیلی مطلب دقیقی است. قول استاد معظممون مسئله عصمت حضرت زهرا رو از همین روایتی که سنی و شیعه نقل کردن و نقلش نقل تام متواتره، مثلا سند هم دیگه لازم نیست چون به حد تواتر اجمالی، از همین میشه استدلال کرد. چرا؟ چون محال کسی، خوب دقت کنی کیفیت استدلال اینه، محال از کسی رضایت و غضبش تخطی از صراط مستقیم بکند، یعنی راضی بشه به چیزی غیر از اونی که صراط مستقیم است. مثلا منشأ شهوت باشه، منشأ غضبش امیال نفسانی باشه. محال انسانی رضا غضبش تخطی کنه از صراط مستقیم، بعد رضا و غضب خدا به رضا و غضب او تعلق بگیره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که خدا غضبش به یک غضب انحرافی تعلق گرفته، خدا غضب کرده به غضب یک انسانی که منحرف است، خدا راضی شده به رضایت یک انسانی که رضایتش رضایت گدره ایست. از این روایت چی میفهمیم؟ میفهمیم اون رضا و غضبی که فاطمه دارد اون چنان دقیق است، در صراط مستقیم است که منشأش منشأ ما فوق عقل است، منشأ رب است، فلذا تخطی پیدا نمی کنه از صراط مستقیم. معصوم است، عصمت دارد. کسی که عصمت دارد غضبش من غضب نفسانی نمیشه، رضایتش هم رضایت نفسانی نمیشه، فلذا خدا غضب میکنه به غضب او، خدا راضی میشه به رضایت او. چون رضایت او چه رضایتیست، غضب او چه غضبیست. اینجاست که وقتی پیغمبر فرمود که فاطمه را خدا خلق کرد قبل از خلقت آسمان ها و زمین، ان شاء الله روایت شد، امید داشتیم فردا شب میخونم مفصل، اون شخص سوال میکنه که خب قبل از سماوات و عرضین هیچی نبود، سماوات و عرضین نبود، این محل استقرارش کجا بود، کجا مستقر بود این عظمت فاطمه؟ انشاءالله فردا شب عرض میکنم روایتش. ولذا فرمود لأن الخلق فتموا عن معرفتها، این تعارف نیست. ولذا بیاند فاطمه زهرا در سطح یک زن معمولی که حالا بله ایشون نمونه در خانه‌داری است، نمونه در شوهرداری است، اما میست که خب من دیگران هم برن، خانم های دیگر به ایشان برسن، نه. خدا البته بخواد الگو بذاره، الگوی تام میگذاره. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، ای مریم خدا تو رو برگزید از بین خلاق. ان الله اصطفا، که اصطفا این برگزید، در یک آیه دو تا اصطفا آمده، خدا تو رو برگزید، بعد که برگزید و طهرک تو رو تربیت کرد، تطهیر کرد،
چون رب العالمینه، میخواد اسوه و الگو قرار. بعد که تطهیرت کرد وصطفاک علی نساء العالم، بعد تو رو سیدت نساء العالمین قرار. او سیدت نساء العالمین فی زمانها، پیغمبر فرمود ابنتی فاطمه فهی سیدت نساء من الاولین والآخرین. و این یک امر عظیمی است. انشاءالله فرداشم بخونم این روایتی که فرمود لولا ان خلق الله علی امیر المؤمنین لفاطمه لما کان لها کف. اگر نبود که خدا علی رو برای فاطمه خلق کرد، کفی بر فاطمه نبود من آدم و من دونه. بعضی خیال میکنن کف یعنی کف در ازدواج، نه، این کف علل اطلاق. اگر علی نبود کفی نبود برای فاطمه. از آدم حساب بکنید تا من دون آدم، مستثنا فقط معلومه سید الانبیاس، غیر او همه داخل مستثنا منه. همه این سر که فرمود از استقرت فی الجنه، وقتی مادر ما فاطمه مستقر در بهش میشه، زارها آدم و من دونه او من النبیین، آدم و همه انبیا به زیارتش میان. این چه دردانه ایست. فلذا شب رحلت و شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین خیلی سخت، خیلی سخت. در مسجد نشسته بود، وارد شدن آزاده هاشون، امیر المؤمنین نشسته، یه وقت دید وارد شدن امام حسن و امام حسین، نشسته بود دید این دوتا درن میان، اما درن ناله میزنن، فریاد میزنن، شیون دارن. تا گوشش شنید بابا مادرمون از دنیا رفت، بلند شد امیر المؤمنین امیر عالم بلند شد بدود، یک مرتبه بارو به صورت به زمین افتاد. چه شد؟ دیدن علی افتاد روی زمین، رش علیه الماء، بیهوش شد، قش کرد، آب آوردن به صورت امیر المؤمنین پاشید. حضرت به عجله آمد، خود اخذ العبا من عاتقه و الامام من رأسه، عباش انداخ، امام از سرش انداخ، کنار بستر فاطمه نشست، یا بنت محمد المصطفى، جوابی نشد، یا بنت من حمل الركن به اطراف الردا، جوابی نشنید. مکرر صدا کرد، یک مرتبه گفت یا فاطمه کلمینی و انا ابن عمک علی. فاطمه جان، پسر عموت علی آمده، یک کلمه با من حرف بزن. تا این ناله رو شنید دیگه از اون حالت خارج شد، چشماشو باز کرد، یه نگاهی کرد، دید علی داره عشق میریزه بابین بسترش، من دست شکسته رو بالا آورد، چه میکنی؟ عشق از صورت علی پاک کرد، این عشقها رو روی سینه خودش ماند. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله. یه نگاهی کرد،
شروع کرد به وصیت کردن لحظات آخر عمر من است. حضرت فرمود از کجا میگی ما که دیگه وحی قطع شد بعد از رحلت خاتم؟ فرمود علی جان در خواب دیدم الان لحظه ای خواب بودم یا بیهوش شده بود، دیدم پیغمبر پدرم را یه نگاهی به من کرد، فرمود بیا الیا، بیا به سوی من، بیا من فردا شب منتظر تو هستم. فلذا من میگم دیگه لحظات آخر من است، لحظات آخر عمر من است. چی گفت؟ چه وصیت کرد؟ وصیت این بود از تو یک تقاضا دارم، اگر انجام میدی به تو وصیت کنم. این وصیت وصیتی است که باید بشود. اگر تو معذوری به کس دیگری بگم، به عموم بگم، به عباس بگم، به دیگری بگم. فرمود نه فاطمه جان، به خودم بگو، در وصیت تو مأمور به صبر نیستم، هرچه باشه انجام میدم. فرمود غسلنی باللیل، حنتنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، منو شب غسل بده، شب کفن کن. فلا تعلم بهی احدا، شب منو به خاک بسپار، احدی رو خبر نکن. این وصیتی است که باید بشود. امیر المؤمنینم به وصیت عمل کرد، شاید مثل نیمه امشب بود، یه مختصر درست کرد تو صحن خانه، بدن فاطمه رو مختصر گذاشت. اما چه بدنی؟ فرمود سر تو کل خیال، شبهی از من باقی مونده، بدنی باقی نمونده. علی بدن رو قص میده، اسما آب میریزه، بریز آب روان، اسما به جسم ادر زهرا، ولی آهسته آهسته. قدر امشب رو بدون، مجلس عظیمی است، مجلس حضرت زهرا است. اونایی که حاجت دارید شب جمعه و شب رحمت و شهادت حضرت زهرا و دیگه گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیز. بریزا بروان تا من بشویم مخفیم، دشمن تنش سیر پیران، ولی آهسته آهسته. همش میفرمود آرام گریه کنید، آرام عشق بریزید. بچه ها ایستادن آسیا رو به دندان گرفتن، آرام آرام عشق میریزید. اما یه وقت دیدن خود امیر المؤمنین سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه میریزید، از ما صدا زد آقا اگه بر جوانی زهرا گریه میکنی حق داری، اگه بر مصیبات زهرا گریه میکنی. اما خودت فرمودی آرام، اسما تو زهرا بینی یا من رو یلیلی، تو صورت بینی یا من جای سیری، تو میبینی علی را زار و خسته، نمیبینی تو پهلوی شکسته، بدن و قز داد کفن کرد. فلما هممت ان اعقد الردا، وقتی خواستم اون ردا رو ببندم، ردا اون قطعه سر تا سریست که دیگه صورت میت رو میپوشانه، دیدم که انهو این بچه ها درن با چشم التماس میکنن،
یعنی میشه یه دفعه دیگه مادر رو ببینیم. نادیتون صدا زد یا حسن بنی یا حسین یا زینب یا ام گلزم یا فزه آقاست دیگه گلفتش هم کنار بچه ها سلام ده هلمو تزودو من امکو بیان یه دفعه دیگه مادرتون رو ببینید. آقا میبرمایه تا اینو گفتم بچه ها دویدن امام حسن خودش رو بدن مادر امام حسین این صدا میزنن و اما کلمینی مادر با من حرف بزن مادر قبل از اینکه روح از بدنم برد مادر با من حرف بزن فرمود نهاد فی نداداد ارفع هما عن جسد لقد ابکیا والله نمیدونم چه حالتی بوده امام میفرمد هاتف این داد داد بچه ها رو بردار از سینه خود ملائکه رو به گریه آورده این منظره میخوام بگم علی جان شما کنار بچه ها بودی با عزت با نوازش بچه ها رو دلداری میدادی هاتف میگه ملائکه دل ندارن ملائکه گریه میکنن اما کجا بودی کربلا وقتی بچه ها خودشون رو بدن بابا انداختن بدنی که سر نداره قده قده مرملون بدمون عوض تسلیت تازیان ها رو کشیدن صدای زکین بلند شد ابتا انظر الى رؤوسنا المکشوف و الى عمتی المزروف نگو منو میزنم صدا زد بابا ببین عممو توست حسین نری چری شدا شکست دری چری